امروز اومدیم با 5 تا سریال جدید و جذاب ایرونی که توی تابستون 1403 منتشر میشن از قربت تا بازنده سلام دوستان خوش آمدید به فیلمولوژی من امینم ما اینجا درباره فیلم و سریال صحبت میکنیم اگه به این محتوا علاقه دارین یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید نوتیفرا هم حتما روشن کنید تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید تعطیلات توی مدارس و دانشگاه توی تابستون یه چیز رایج بین ها و حداقل 6 7 میلیون جوون بیکاری که میتونیم توی تابستون خودمون رو با چیزهای مختلف سرگم کنیم و من حالا امروز با 5 تا سریال و یه رالیتی شو اومدم تا توی تابستونتون برای سریال ایرانی دست خالی نم. جان سخت جان سخت از سریالایی که توی سکوت خبری ساخته شده و قرار تابستون 1403 نمایش داده بشه مجموعه جان سخت به کارگردانی مصطفی تغیزاده است که تو پلتفرم فیلم نت نمایش داده میشه تغیزاده قبل از این سریال حرفه‌ای رو تو پلتفرم نماوا و دو تا فیلم درام زرد و کمدی سال گربه رو توی سینما ساخته این بار این کارگردان با این مجموعه به نمایش خونگی برمیگرده و تو اون از حضور هنرپیشهایی مثل سارا بهرامی و مهرداد صدیقیان که تو آثار قبلیش هم حضور داشتن استفاده کرده ماهور الوند فرهاد اصلانی مشتبا پیرزاده از بازیگرای دیگه این سریالن که اسمشون به عنوان هنرپیشای این سریال مطرح شده اما هنوز خبر رسمی درباره این مجموعه منتشر نشده گردن سامان سالور که سال گذشته با فیلم سکا ابس حضور موفقی تو سینما داشت بعد از این اثر دست به ساخت یه سریال اکشن زده که قرار تابستون امسال تو پلتفرم فیلم نت نمایش داده بشه مجموعه گردن اول قرار بود بعد از عفیت تهران پخش بشه اما بعد از جدول پخش کنار گذاشته شد و جاشو به داریوش داد گفته میشه که حسن مجونی مهران غفوریان مهدی حسینی نیا رویا نونهالی الهام پاو نژاد امین شرباف ترلان پروانه علی قربانزاده و خیلی بازیگرای دیگه تو این فیلم حضور دارند بازیگرای مطرح ولی هنوز خبر رسمی درباره اسمایی که گفتیم وجود نداره جا داره بگم که سریال داریوش هم در حال پخش از 27 تیر شروع به پخش میکنه و سریال بعدی ما سریال غربت مجموعه نمایشخانگی قربت مسئول جدید مؤسسه سرورسان پارسیانه که قبلا سریال های نوجوان پسندانه مثل ممنوعه و سیاوش رو ساخته بود این اثر رو امیر پورکیان کارگردانی کرده که ممنوعه رو هم ساخته بود قربت از اون سریالهایی که یه فضای جنوب شهری دارن و یه لوکشنی شبیه به حلوی آباد دارن و تو حاشیه شهر رو گفته میشه قصه قصه یه دوزی از کمیته امداده که چند تا زن برای جور کردن هزینه مهاجرتشون دست به این کار میزنن و تو این میون نباید اجازه بدن سابکارشون از این تصمیم بوی ببره آنایتا درگاهی مهدی حسینی نیا بهاره کیان افشار حسین مهری ترلان پروانه و خیلی از هنرپیشه های اسمی تو این سریال حضور دارند و جوری که از کاور آرتش مشخصه یه فضای مثل فضای مغز کوچک زنگ زده داره از اون سریالایی که من این روزا واقعا رو ندارم ببینم ولی اگه پخش شد حتما با هم دیگه جلو میریمش چند قسمت اولو میبینیم ببینیم ارزش دیدن داره یا نه بازنده امین حسین پور فیلمساز جوونی که قبل از این مجموعه درمانگر رو تو 5 کمتر از ده دقیقه تو پلتفرم فیلم و ساخت سال گذشته مجموعه بلند بازنده رو با یه داستان معمای پلیسی برای این پلتفرم کارگردانی کرد که مدت هاست آماده انتشاره ولی هنوز به پخش نرسیده تو این سریال که خلاصه داستان اون نشون از یه پرونده رازآلود خونگی داره علیرضا کمالی نژاد تو نقش اصلی کارگاه کیانی بازی کرده و باید به همراه همکاراش با بازی محمد علی محمدی این پرونده رو حل کنه سارا بهرامی سابر ابر پیمان قاسمخانی و خیلی از بازیگرای دیگه تو این فیلم حضور دارن اتفاق به صورت رسمی معرفی شدن این مجموعه با چیزی که توی تیزرش دیدیم به نظر میاد نزدیک به ژانر نوار تا به 1403 توسط پلتفرم فیلمو به انتشار میرسه و اما گلیاپوچ پوچ مهران مدیری که زمستون سال گذشته و بهار امسال رالیتی شو اسکار رو تو پلتفرم فیلمو داشت یه بار دیگه برای ساخت یه رالیتی شو با این پلتفرم همکاری کرده و گلیاپوچ پوچ رو جلوی دوربین برده از تصاویر کوتاهی که فیلمو از این برنامه منتشر کرده به نظر میرسه شرکت این بریتین نیستن و مدیری با شرکت کنندایی از جنس مردم عادی برنامهش رو ساخته که احتمالا یکی از اولین تجربیات این چنونی توی نمایشخونگی به شمار میره که سونه امسال قرار پخش بشه مهران و مدیری درباره این برنامه گفته که مسابقه گلیا خوشبختانه یه مسابقه کپی از برنامه خارجی نیست چرا که بازی گلیا یه بازی اصیل ایرانیه. لالایی داریوش فرزیایی اموپورن که حدود دو سال از تلویزیون دور شده و برای رسانه ملی برنامه نمیسازه با گروه سازنده بچه محل کلبه عمو که آخرین آثارش تو تلویزیونن به پلتفرم فیلمو رفت و برای این سرویس یه ای سریال کودکانه ساخته امیر محمد متقیان همراه همیشگی عمو پورنگم هم تو این سریال حضور داره و بر اساس تصاویر کوتاه منتشر شده از اون به نظر میرسه همراه با اون نقش احمق و احمقتر رو ایفا میکنن تو که به کارگردانی احمد درویش علی پور کارگردان آثار اخیر عمو پورنگ هستن چون امیر کربلایی زاده فرهاد بشارتی ابراهیم شفی اینالله دریایی گوهر دیش و سپند امیر سلیمانی هم حضور داره امیدوارم که این لیست بهتون کمک کرده باشه خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید لایک یادتون نره سابسکرایب یادتون نره نوتیف هم روشن کنید تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار